هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز 23 آذر سیاست دولت پرزیدنت براک اوباما در قبال حقوق بشر را که شامل موازین جهان شمول و درخور همه ملت است تشریح کرد به گزارش روزنامه نیویورک تایمز اظهارات کلینتون زمانی عنوان شده که دولت اوباما مورد انتقاد فزاینده قرار گرفته که در قبال مسئله حقوق بشر موضع نیرومندی اتخاذ نکرده است گروه های مدافع حقوق بشر از کلینتون انتقاد کردند که در نخستین دیدارش از چین در ماه فوریه گذشته از مطرح کردن مسئله حقوق بشر در چین اجتناب کرد کلینتون در یک سخنرانی در دانشگاه جورجتن در واشنگتن رویکرد عملی و مسلحت را نسبت به حقوق بشر بیان کرد که متضمن فشار آوردن برای اعتلای اصول دموکراتیک است ولی در شیوه های پیگیری آن سیاست انعطاف به خرج میدهد کلینتون اکراه دولت آمریکا از نکوهش علنی چین و روسیه به دلیل عدم مراعات پاره ای از جنبه حقوق بشر را توجیه کرد و گفت که گاهی بهتر است برخی مسائل را پشت درهای بسته مطرح وی تلویحا گفت که در عین حال سایر کشورها احتمالا بیشتر در معرض توجه عمومی و تذکر علنی قرار خواهند گرفت و برای نمونه به موضع آمریکا در مورد محکومیت کودتا در جمهوری هاندوراس و اعمال خشونت در کشور گینه اشاره کرد در هر مورد هدف ما ایجاد تغییرات است و هدف ما اثبات و به کرسی نشاندن موضع ما نیست وی گفت آمریکا سال آینده درباره قاچاق انسانها چه در داخل آمریکا و چه در خارج گزارش خواهد داد و در بررسی سازمان ملل متحد درباره کارنامه خود آمریکا در زمینه حقوق بشر مشارکت خواهد کرد By We our moral to ما با پاسخگو ساختن خودمان صلاحیت اخلاقی خود را برای مطالبه از همه دولتها برای مراعات تعهداتشون بر اساس قوانین بین الملل از جمله عدم تشبس به شکنجه، بازداشت خودسرانه و عدم تعقیب و آزار دگراندیشان و ناراضیان و عدم توسل به ترورهای سیاسی مسجل می‌سازیم. در مورد ایران خانم کلینتون گفت که آمریکا به حکومت ایران پیشنهاد کرده درباره موزل هستی مذاکره کند و همزمان با مردم ایران که برای تحقق اصلاحات دموکراتیک در کشورشان مبارزه می ابراز همبستگی کرده است. very strong مهم است اطمینان حاصل کنیم که مخالفت بسیار شدید ما با آنچه که درون ایران میگذرد به هیچ وجه حقانیت جنبش اعتراض مردم را که انسجام یافته است مخدوش نسازد خانم کلینتون در مورد برنامه هسته ایران گفت که جلوگیری از گسترش تسلیحات هسته یک مسئله حقوق بشر محسوب می شود. would be worse than چه چیز بدتر از مواد هستهی و حتی سلاح هستهی در دست یک عامل دولتی یا غیر دولتی است که از آن برای ارعاب و تهدید دیگران و یا در بدترین حالت آن برای نابودی دیگران استفاده کند؟ او تاکید کرد که آمریکا با تمام توان خود هم موضوع عدم گسترش جنگ افزارهای هستی و هم پشتیبانی از تظاهرات در ایران را پیگیری خواهد کرد.